سلام استاد، خسته نباشید. مرسی مام، شما خوب هستی؟ بله بله خب سوالی که پرس ایشالله. خب این لیوانی که شما گذاشتید قبلش آب یکم پایین تر بود، ارتفاع داشت، یه ارتفاعی بود بین کاغذ و اون آب و انگار یه فضایی بینشون خالی بود. وقتی شما لیوان رو برعکس یا همون وارونش کردین، آبا همه اومدن پایین، یعنی انگار فشار خیلی زیاد شد، بعد اون هوایی که بین اون قسمت آب و کاغذ بود از بین رفت و کاغذ متراکم شد، دیگه چسبید به لیوان، رفت اون بالا، انگار جذب میشه بره بالاتر، اون فشاری که اون پایین بود به بالا رفت. از نظر من اینه ها، باز نمیدونم درسته یا نه.
استاد از نظر من فشار نیرو وارد کردن یا همون زور و با زوری که اصلا وارد میکنیم به یک جسم، اما خب مثلا مستقیم به صورت عمود بعد بهش وارد بشه دیگه. سلام استاد، وقتتون بخیر. ممنون، مرسی، عالی بود، به لطف شما. چشم ایشالله. منم به نظرم این نیروی عمودی هستش که به یه سطح وارد میشه که حالا یه نیروی رو ایجاد میکنه.
استاد من یه سوال داشتم درباره اون آزمایشی که توی لیوان آب انجام دادید، کاغذ رو گذاشتید روش. بعد خواستم بگم الان اگه اون لیوان بود مثلا توی یک ظرف یا یه حجمای مختلف دیگه ای با یک مقدار آب متفاوت دیگه بیایم این آزمایش رو انجام بدیم، فشار کدوم یکی بیشتره؟ اونی که ارتفاع آبش بیشتره یا اونی که حجم بیشتری داره؟ پس به ارتفاع بستگی داره. آره متوجه شدم، گرفت. باشه ممنون. استاد من میتونم بگم؟ به نظرم اینه که نیرو با سطح رابطه عکس داره. رابطه عکس داره دیگه، اگه این بیشتر باشه اون کمتره. هرچی فشار بیشتر باشه سطح کوچیکتر باشه. نه، هرچی فشار بیشتر باشه سطح باید کوچیکتر باشه که اون فشار بتونه بیشتر باشه. با فشار بله استاد من بگم برای اینه که وقتی ما میخوابیم سطحمون کل بدنمونه، ولی وقتی روش راه میریم فقط دو تا پاه که فشار دو تا پا بیشتر است، اینه که ما کل بدنمون رو بندازیم روی دوشک. همین الان اگر زیاد اهم ننشم، اگر مثلا ما سمت چپ بخوابیم یه وری بخوابیم مثلا چند ساعت، میبینیم که توشک یه کمی رفته تو اون طرفش نسبت به
سمت راست. اصلا به نظرم اونا برای زیاد یا کم کردن سرعتن، یعنی با فشاری که به زمین وارد میکنه یه نیروی اون نیرو رو که به زمین وارد میکنه باعث میشه که حالا مثلا حرکتمون کند بشه. استاد از نظر من این چوب اسکی چون سطح مساحت بیشتری رو داره فشار پخش میشه، ولی وقتی پامونو میذاریم فشار مستقیم و عمودن روی برف فرو میره، به خاطر همین اگه پامونو بذاریم ارتفاع بیشتری پامون میره توی برف، اما وقتی روی چوب اسکی هست چون مساحتش بیشتره اون فشار پخش میشه و فرو رفتگی زیادی ایجاد نمیکنه.
استاد من 100 پاسکال رو به دست آوردم، چون شما گفتین بیشترین فشار، بعد فرمول فشار این بود دیگه، پی برابر با اف تقسیم بر آ، اف مون 800 بود دیگه، 800 نیوتن. بعد من نوشتم 800 تقسیم بر بیشترین، گفتیم اون مساحتی که کمتر باشه، یعنی 4 دو تا 8 تا، به خاطر من اومدم 8 800 رو تقسیم بر 8 اش کردم، گفتم 5 4 تا که 20 زیاده، بعد 5 2 تا هم که 10، 4 2 تا میشه 8، از همشون کمتر این بود، پس این بیشترین نیرو رو میتونست به من بده. 800 رو تقسیم بر 8 اش کردم شد 100، میشه 100 پاسکال. میشه من شبیه سازیشو بگم؟ من مثلا یک جعبه دستمال قضی یا همین گوشی رو فکر کنید یک مکعبیه، ما این بار عمودی میذاریم، یه بار افقی میذاریم، یه بار خوابیده میذاریم. بعد خوابیده که خب از همه بیشتره، اونی که ایستاده است فشارش دیگه، فشار بیشتره، بیشترین فشار، سطحش بیشتره که فشارش بیشتر، فشارش کمتره، فشارش کمتره. بله بله اشتباه کردم. اشتباه کلامی شد، ببخشید. فشارش کمتره، کمترین فشار اونه که سطحش بیشتره. خب کمترین سطحمون اینه که ایستاده است دیگه، ایستاده فشار بیشتری داره به دلیل اینکه سطحش کمتره، برای همین اگه گوشی رو اینجوری بذاریم فشارش بیشتر فشار میشه. من خیلی تلاش میکنم بنویسم، صفحه چتم نمیاد بالا، یه ساعت دارم باش دستکاری میکنم. ببخشید. چش چش چش. یه دقیقه برم بیرون بیام درست شه.
امروز خب مگه متر بزرگتر از سانتی متر نیست؟ چرا سانتی متر مربع بزرگتر از متر مربع؟ آها نه فکر کردم گفتین من متوجهش نشدم. وسط حجم بیشتر داره؟ چون باید تقسیمش کنیم اینجوریه. خب صفرش بیشتره دیگه، باید تقسیمش کنیم تا بشه متر مربع. به خاطر توان دو بشه؟ استاد من بگم یه چیزی رو، من توی نسبت ها همیشه برعکس میشه، چون الان اگه ما بخوایم مثلا بنویسیم اف ما تقسیم بر یک نسبتی میشه دور در دور در نزدیک در نزدیک که بکنیم کلا برعکسش میشه، پس به خاطر هم سانتی متر مکعب بیشتره بزرگتره، اما در اصل ما بعد یک نیوتن به روی سانتی متر مکعب و ضرب در 10,000 بکنیم که بشه نیوتن بر متر مکعب، بعد این پاسکال اگه بخوایم به اون تبدیلش کنیم باید تقسیم بر 10,000ش کنیم مربع. بیشتر در میاد سانتی متر مربع، سانتی متر مربع فشارش بیشتر در میاد. هرگاه صورت استاد یک تکون بزرگتره چون یه واحد کامله. بیشتر داشته باشه. استاد یه قسمت از 10 قسمت بیشتر از یک قسمت از 100 قسمته. سوال دارم، چرا فشارش اون وقت مساوی میشه؟ یعنی میدونم چرا فشارش مساوی میشه، ولی از اون طرف هم نمیفهم چرا فشارش مساوی میشه. خب آره، اگه تقسیمش کنیم باز دوباره با متر مربع مساوی میشه. آه.
بله ببخشید اشتباه کردم. استاد من یه چیزی بگم، به نظرم به خاطر اینکه چش 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 استاد میشه 100,000، 100 که یعنی هر متر 100 سانتی متر، حالا اینا متر مکعبه، یعنی میشه 103 بار باید در خودش ضرب کنیم، میشه 6 تا 0، نه میشه 1,000,000. عدد علمی استاد الان نباید حجمشو که به دست بیاریم. استاد یعنی میخوایم ببینیم که به کدوم وجهش نیروی کمتری وارد میکنه.
بس میگی چقدر وزن اینا بس؟ اکی اکی از شما نه وزن آبو میخوام بدونم که کلا چقدره. آه بله بابا خیلی نگفتی سانتی متر یا متر فرق هم گفتی استاد من بگم باش استاد میشه 160 متر متر مکعب. استاد اون چیزی که من گفتم جرم بود، جوابم کسری شده. نه ولی خب چون بعد تبدیل واحد بکنیم اون گرمه من به کیلوگرم تبدیلش کردم بخاطر کسری شد، بعد دیگه کسریش رو به دست نیاوردم، اما اونی که اونجا تایپ کردم جرمه. استاد برای اینکه بگم 160 رو ضرب در 20 میکنیم، 160 ضرب در 20، بله یه دقیقه بزنید ساده کنم، این 20 میشه 8، این میشه 1/8 نمیشه، 1/8، 1/8 نمیشه. استاد شما وقتی به ما چگالیو دادیم ما هفتم خوندیم، چگالی برابر با جرم تقسیم بر حجم، ما الان حجم رو داریم دیگه، چگالی رو هم داریم، گفتیم چگالی آب 1 گرم برای سانتی متر مکعبه، میایم کل حجم رو به دست میاریم، 4 5 تا 20 تا، 20 تا هم ضرب در 8ش میکنیم میشه 160 دیگه. آره میشه 160، آره 160 متر مکعب توی حجم قرار میگیره، بعد میایم 160 رو ضرب در 1 میکنیم میشه 160 گرم که جرممون میشه، جرم رو الان اینجا به دست آوردیم. خب متر مکعب رو میایم به سانتی متر تبدیلش میکنیم.
استاد من این حجمه رو اومدم تقسیم بر، نبخشید نه، ضرب در 1,000,000 کردم که به سانتی متر، آره، که شد 160,000,000. الان اینو یعنی میشه یک گرم بر سانتی متر مکعب. ما میخواین، شما گفته بودین کمترین فشار. خب مگه 160 میلیون جرمش نمیشه استاد؟ چگالیشه جان؟ سانتیمتر آخه سانتیمتر مکعب اون گرم چگالیش بود. من خوام بگی استاد اون که چگالی شد؟ استاد به خاطر فرمول چگالی شد؟ بله. استاد میشه 160 میلیون به روی 160 سانتی متر مکعب؟ 160 میلیون گرممون بود دیگه. آخه سانتی متر مکعب که حجمشه دیگه، حجمش هم میشه 160 سانتی متر مکعب. بله. آها. رفتیم به پایه هفتم.
من تایپ کردم، من نمیدونم درست در بودم نه، نمیدونم درست یا نه، نمیدونم. ۴۰۰۰۰۰ استاد ببخشید، اگه بخواد کمترین باشه سطحش باید بزرگتر باشه دیگه. خب پس یعنی ما اگه 8.50 بگیریم، یعنی 8.50 میشه 40 تا. یه صفر از صد و همون 1,660 میلیون یه از اون 160 میلیون خط میزنیم نیوتن، بعد به نیروش کنیم دیگه. یه صفر استاد من بگم نظرم با همشون متفاوته، من میگم گرم و بعد بیام به کیلوگرم تبدیل کنم، بعد ضرب در دهش کنیم که بیاد نیرو به دست بیاد. اصلا مثل اینا نبود.
خسته نباشین استاد، ببخشید ما وقتتون رو تلف کردیم. خسته نباشید. بخشید استاد، این جلسه اول، در جلسه بعد موتورمون رو شارژ کنیم.